یوریکسی فم چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز میخوایم بریم با هم آشپزی کنیم. قرار نیست من الان برام بشینم پای گاز و مثل خانم های خونه برای شما آشپزی کنم و تو هم بگیرم سبزی هم درست کنم و قراره که با هم بریم توی کوکینگ سیمولیتور شبیه ساز آشپزی. علی آشپز آقا همین الان تو کامنت ها بنویسید بک‌گراند جدید چطوره. فکر کنم دیگه خیلی بک‌گراند خسته است، گفتم یه دستی به سر روش بکشیم و درستش کنیم که ویدیوها یه ذره سطحش بره بالاتر. حالا الان دیگه سطح اومده بالاتر، لایک کنید، ساب کنید، بزنید بریم سراغ ویدیو و ببینیم چی میخوام چه غذایی براتون درست کنم توی کوکینگ سیمولیتور. بالا بالا چی شد اصلا؟ کلا قاطی زدم من. لتس گو. بچه پس از تلاش ناموفق در شرکت خلبانی علی خلبان که هواپیما رو کوبوندیم توی آب، اگه ویدیوشو ندیدین بالا میاد برید ببینید، ما اومدیم آقا آشپز شدیم، اومدیم تو کوکینگ سیمولیتور. دارم انگلیسی با لحجه آفریقایی حرف بزنم نمیفهمم جدی. من امروز چیزیم هست درس ها تاثیر گذاشته. آقا امروز اومدیم کوکینگ سیمولیتور و میخوایم قرمه سبزی درست کن. دوستان صندلی سکته کرد یه لحظه صبر. مواد اولیه قرمه سبزی چی بود؟ اول از همه ما باید یه دونه مایتابه داشته باشیم که بتونیم گوشت و پیاز رو داخلش خورد کنیم. ما مایتابمون رو میاریم میذاریم همین بغل. خب پرت کرد ایول. و گوشت از کجا من میتونم پیدا کنم؟ گوشت اینجا. اصولا ما قرمه سبزی پرگوشت درست میکنیم، دو تا استیک میذاریم رو هم، در یخچال میبندیم. با برقی شب نه تو خوابمون بگه چرا در یخچال باز گذاشتی. یه چاقو میخوایم، یه چاقوی اسلامی برمیداریم، دو تام که رو همه ما میتونیم دو تایی قشنگ بریمشون. اینا وقتی دو تایی رو همه نمیبرن، نبریدن، نه بریده نشدن. ایوا خب استیک داداش، استیک میشه ببری؟ نمیشه ببری استیکو؟ بریم یا نه؟ آره اینو میشه برید. ایوا خب اینا رو تیکه های کوچکتر تقسیم کنید. خانم های توی خونه لطفا دفترچه یادداشت بیارید یادداشت کنید. بچه ها استرسی ترین جاش اینجاست که ما اینو اینوری میکنیم و بیشتر از این اینور نمیاد، نمیدونم چرا. امیدوارم نریزه هیچ کدومش بیرون مایتابه که من فشار میگولم. آقا علی آشپز، من آشپز کی بودم؟ نگاه یه دونش فقط افتاد بیرون، یه دونه هم میشه برداشت و اینجا ترو کرد. من آشپز کی بودم؟ ریدم سه پیاز. آنین، گیو می آنین پلیز، گیو می آنین پلیز. سیر داریم. آه اینا آنین، یه دونه آنین بده اینجا ما برداریم. می آنین معمولا دو تا سه تا پیاز بسه واسه قرمه سبزی من. خب اینو می بینیم ببریم، می بریم ایوان. فقط ای کاش می شد بیشتر یه ذره دقیق تر اینا رو برید. می کنیم بذارم یه دونه چاکم اینجوری چاکه. بچه ها میخوام تابو شکنی کنم، یه دونه حبه سیرم بندازم توی قرمه سبزی ببینیم چه مزه‌ای میشه دیگه. دوستان امتحان کنن ببینیم چی میشه. خب این از این، اینم از این. خب حالا ما اینو برمیداریم میایم اینجا و تیکه میکنیم. یه تیکه کن روغن آفتاب گردونه به من بده. آفتاب گردون اینها، روغن آفتاب گردون آروم که فقط نشکنه. ای بابا خب میایم اینجا ببینیم چقدر باید بریزیم. حالا خب چقدر بریزیم؟ 16 میلی لیتر بسته باش. بسته ایوان. و اولین گند کارمون رو بالا آوردیم. ایوان این چیکار میکنه؟ نه این انگار خواستی انجام نمیده، پرتش میکنیم بره. خب یه دونه قاشق چیز به من بدید، یه دونه چیزی که بتونم باش تفت بدم. آها اینا ها ایوان کوره. این روشنه، این چرا الان باید روشن بود؟ خاموشش کن. خب اینم از این، اینو بکن تو شو. حالا این مایتابمونو برمیداریم کله میکنیم اینجا. چیزی که من اصلا بهش فکر نکرده بودم اینه که قرمه سبزی سبزی داره، عمده ترین چیزم سبزیشه. ما چی استفاده کنیم واسه سبزیش؟ آقا ابتکار عملی که ازمون نگه، بالاخره باید تمام جدید امتحان کرد. فلفل دلمه برمیدارم یه دونه، این یه دونه فلفل دلمه. خب بقیهشو چی بردارم؟ بقیهشو از این پیاز چا، چند تا دونه از این پیاز. طبیعت میگیره غذامون. این شد از ترکیب سبزی قرمه سبزیمون. بیشتر به راحتم بگم ترکیب
ده این آب گوشته بچه‌ها. بچه آب گوشت، آب گوشت بچه ها، بالاخره ما موفق شدیم یه غذای ایرانی رو توی کوکینگ سیمولیتوری که ساخت خارجی هاست درست کنیم. این آب گوشتمونه فقط بچه، روبه گوجه فرنگی نداشتیم، ما توش یه ذره سس کچاپ زدیم و امتحان کن، خیلی خوشمزه میشه. بزنه بدیم مزهش کنه، داشت مزهش کن ببینیم. خیلی مزه آب میده، مزه گوشت میده، مزه کچاپ میده، مزه سیزنی میده، مزه تومیتو یعنی گوجه فرنگی هم میده که دقیقاً هم آب گوشتی همچین مزه میده، فقط ما یه ذره ادوینو بهش کم زدیم انگار. طرف فقط خب اینو میاریم اینجا و ایول ایول سه بکوبش بکوبش، میخوام گوشت کوبیده داشته باشم، بکوبش برو پایین. ایول 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 چه آب شد راستی. آخه شما گوشت رو بذاری توی چیز، بسه من یه دقیقه تست کنم، مثلا یه دونه گوشت بذارم توی این آب میوه گیریه، این از قهوه جوشه، ولی بریزم توش چی میشه؟ بعد از چیکارش کردی اونو؟ گوشتو خورد، دستگاه گوشنش بود. بیا اینجا ببینم ما اگه الان بریزیم توی این میکسر، این چیکارش میکنه؟ آقا یه مخلوط کن دارم خونه گوشت میخوره، غذا میخوره، میگه دروغ نیست، بیاد خونه نشونشون بدید. بگو یه مخلوط کن دارم خونه گوشت میخوره، مخلوط نمیکنه، میخوره. یعنی خیلی عجیب شد. ما قرمه سبزی رو درست کردیم، آب گوشت هم درست کردیم، لیست امروز دیگه پر شده و من خسته شدم، میخوام برم خونه، دیگه زیادش بازی کردم. خلاصه که به همینم قانع باشید، همین طرفو بخورم تو چونه همینم خیلی ندارم بخورم. هرچی گوشتن جون آدمی که گوشتنش باشه سنگ هم میخوره. دیالوگایی که بیشتر موانو میشنم این وقتایی که غذای مورد علاقه همون درست نکردن. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. یه سری ویدیوهای خفن قرار داشته باشیم. علیرغم امتحانا داره از پشت به ما نزدیک میشه. دمتون گرم که ویدیو تا آخر دیدید. یادتون نره لایک کنید، یادتون نره سابسکرایب کنید و حتما یه کامنت انگلیسی بذارید که هشتگ علی آشپز تمام. ریکسی فم خوش دست پخت ترین فامیلی دنیا. ویدیوهای بعدی میبینمتون. Peace.